در این قسمت خوش آمدین. ما امروز میخواییم در مورد کلاس و آیدی امرایشم صحبت کنم، با یکی کلاس چی هسته و آیدی چی هسته. ما قبلنا گفتیم زمانی که الیمنت های HTML خرا بخواییم به حساب استایل بدیم، راه سادهش یا راه بهترش ای هسته که ما از کلاس و آیدی استفاده. امروز کلاس و آیدی رو میخوانیم که به حساب به چه شکل همراه از اونو ما میتونیم که چیکار کنیم، کار کنیم و وبسایت خرا یا به حساب الیمنت های از HTML و وبسایت خرا چیکار کنیم استایل بدیم و تغییرات ها رو درویش اعمال کنیم. در قدم اول میبینیم که به حساب کلاس چی هست و چی رقم تعریف میشه. The HTML class attribute is used to define equal style for element with the same class name. امی attribute class که هست و بخشی از این استفاده میشه که ما به حساب الیمنت های HTML خرا بخوایم که چیکار کنیم استایل بدیم درش، یا یک زمان ما چندین دانه از الیمنت های HTML داریم، اونا رو میخوایم که چیکار کنیم یک نوع استایل در روش چیکار کنیم پیاده کنیم. So all HTML element with the same class attribute will have the same format. زمانی که ما الیمنت های HTML خرا چندین دانه الیمنت HTML داشته باشیم ولی از اونها از یک نوع کلاس بدیم، پس در اون صورت تمامی از اونها میتونه بیاید در خود چیکار کنه، همون یک نوع فرمت را در خود میاید چیکار مونه میگیره. For class you can use full stop dot یا در فارسی نقطه بلدش مگه که ما میتونیم در داخل CSS از اونها چیکار کنیم استفاده. قدم دیگهش که هست ID هست. ID به چه شکل کار نه و چه کارهایی را میتونه بعد از مو چیکار کنه انجام بده. The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. زمانی که بعضی از نکات های خاص را یا جاهای خاص را که ما بخوایم به حساب چیکار کنیم استایل بدیم، ما او زمان از چی استفاده کنیم؟ از ID. The value must be unique within the HTML document. جاهایی که خاص باشه یا در فارسیش منحصر به فرد باشه، ما میتونیم که از چی استفاده کنیم؟ از ID. For ID you can use hash in CSS. در داخل CSS تو میتونی که چیکار کنی؟ از هش یا از سمبول هش استفاده کنی. نکته ای در اینجا وجود داره که میخوایم بخششم یادآوری کنم که do not use two element with the same ID and use a class not ID. زمانی که خواستین به حساب دو تا سه تا از element HTML خرا یک نوع استایل بدین، پس در اون صورت از ID نباید استفاده کنین. باید از چی استفاده کنین؟ از کلاس. چرا که ID زمانی که ما دوپلیکیت مونیم ایرور میده، امکان داره در روی اسکرین کامپیوترشون کار کنه همون رنگ را یا همون استایل که شما اعمال کردین، اما در واقع زمانی که با ولیدیتور بریم چک کنیم در اون صورت چی هستن؟ یک ایرور داره. کال موریم امرایش کار مونیم؟ کار. این در این قسمت ببینین یک پاراگراف داریم. زمانی که پاراگراف را سیف کنیم و بیایم به حساب سایت را رفرش کنیم، خب سعی کن این در این قسمت میایی چی کار مونه؟ امی پاراگراف از مورا در این اینجا میایی نشان مونه. ما این اینجا داریم This is a green text, this is a blue text and this is a red text. اینی قسمت ها را که مثلا اینی This is a green text، ما میخواییم که رنگ green را در روش بدیم، یک قسمت را رنگ ریت یا سرخ و یک قسمت دیگه را رنگ سبز یا امو بلو را رویش میخواییم چیکار کنیم؟ اعمال کنیم. پس خوب سعی کن. این حالی در این قسمت زمانی که بخواییم استایل بدیم، میم یک تگ اسپن را در اینجا چیکار مونم؟ بست. زمانی که اسپن را باز کردیم، پس در آخر اسپن را چیکار مونیم؟ بستم. این در این قسمت. وقتی که اسپن را بسته کردی، باز بخشی دیگه که ما اسپن را چیکار مونیم؟ باز مونیم. و آخرش پس اسپن را چی کار مونیم؟ بسته. بعد از او بازم در آخر از در اول از ما میتونیم که یک اسپن نوشته کنیم و در آخر از پس تگ اسپن را چی کار کنیم؟ میاییم بسته. خب این حالی بلیه هر کدام از اینا ما چی کار میتونیم؟ میتونیم که به حساب آیدی یا کلاس بیاییم بلیشی تعریف کنیم. ولی دیزی که یک ذره خوبتر در اینی سوحن نشان میدیم، ما اینا را یک تا این ترمونم به سمت پایین این به اینی شکل که بخششون چی نشنه این قسم. حالا ما این بلده هر کدام از اینا ما چی کار مونیم؟ یک کلاس را تعریف.
صحیح که کلاسی مثلا ای اولیش هست کلاسی گرین، دومیش هست کلاسی ریچ و سومیش هم که هست یک کلاس بخشش میدیم در نام بلو. نامش فرق نمنه، ما چون در اینجا به حساب ما رنگ از اونا رو میخواییم بلو و رید بیدیم، پس در او صورت ما اینجا آمدیم چی کار کردیم؟ به حساب امون نامه رو بخشش دهیم، در حالی که نام هیچ گونه چی ندارم، میتونیم که به حساب هر نوع نام رو بخشش چی کار کنیم؟ بیدیم. پس موریم در داخل CSS خواهیم. داخل CSS که آمدیم، در تعریفش ما گفتیم که به حساب چی کار میشه؟ در داخل CSS زمانی که ما از کلاس استفاده نیم باید در پیش رویش یک چی استفاده کنیم، یک نقطه یا فول استاپ. ما این نام کلاس را که بخشش در اینجا دیدم ای را از اینجا کپی میگرم، میایم اول یک فول استاپ یا نقطه، بعد از اون همون نام را در اینجا چی کار مونم؟ نوشتم. وقتی که نام را نوشته کردیم کرلی براکت را باز مونین و ما این کلر نوشتم. کلرش چی باشه؟ گرین. سیمیکالن را آخرش میلیم و میایم سایت را چی کار مونیم؟ رفرش. سایکین چقدر قشنگ، اما قسمتی که به حساب ما میخواستیم که رنگ گرین بود، اما قسمت را ما بخشیز ما چی کار کرد؟ رنگش را گرین کرد. قسمت بعدیشی بازم یک فول استاپ. سایکین نام کلاسش چی هستن؟ رید یا امو سرخ. ما رید را نوشتنیم و بعد از او کرلی براکت را باز مونیم، نوشتنیم کلر چی باشه؟ رید. زمانی که بیاییم رفرش کنیم، اما قسمت را که رید گفته بودیم در داخل تگ اسپن آوردادیم قرار دادیم، او اما چی کار کرد؟ رنگش به حساب تغییر کرد، یعنی رنگ سرخ را در خود چی کار کرد؟ گرفت. بعد از او کسته میتونیم که رنگ آخریش بلو بود، نقطه BLUE یعنی بلو، و بعد از او کلرش را بیا بخشی از ما چی کار کن؟ بلو. این میتونیم، بسیار ساده نوشتنیم و ما این سایت را چیکار مونیم؟ رفرش. سایکو یعنی قسمت هم اومد چیکار شد؟ بخشی از مو بلو شد. گالی در پاراگراف به این شکل ملدیز مو نشان میده که این نورمال تکست هست و دومیش کسته رنگی گرین داره، سومیش رنگ گرین داره، سومیش رنگ رید داره، چهارمیش هم رنگی بلو داره. اینی به این شکل ما میتونیم که رنگای زنا رو چیکار کنیم؟ استفاده. خب گپ بعدی دیگه ایه که ما به جای از اینا میتونیم که از چی استفاده کنیم؟ به حساب از آیدی. ما اگر کلاس را پاک کنم در جایش نوشته کنم آیدی و بعد از اون باییم اینا را هم کسا چی کار کنم؟ چینج کنم یا تقراتار در رویش ایجاد کنم، مثلا هش را پیش رویش بیلیم. زمانی که هش نیلین اگر با این سیف کنین سیکو استایلش به هم خراب شد، اما ما این بسیار ساده هم در پیش روی از اونا چی کار مونم؟ یک هش را قرار میدیم و ما این سایت خرا چی کار مونم؟ رفرش. و مجردی که سایت خرا رفرش کنین، هش را در پیش روی از اونا قرار بدین و اینجا را هم سیف کنین، با این رفرش کنین رنگش باز آمد چی کار کرد؟ امو استایل در روی از اونا آمد پیادش. بسیار ساده. و در یک نوتش گفته بودیم که به حساب چه کار نکو، سیم آیدی را نباید که چه کار کنی استفاده کنی. سیکن ما اگر امیر دوپلیکیت کنم در پایین این در اینی قسمت بهم سیف کنم سایت را، مثلا رنگ گرین را. اگر رفرش کنم این در اینی ساحه هست رنگ گرین از ما دوپلیکیت شده در اینجا نشان میده. اما بدیشی هست که ما زمانی که به حساب بریم با ولیدیتور چک کنیم قطعا بخشی از ما چی کار مونه؟ ایرور میده. سیکن ما اگر بایم بازم ولیدیتور W3 سرچ کنیم این در اینی قسمت، خب و چوز فایل روی دسکتاپ از اینجا ما این چیکار کنیم؟ فایل ایندکس را سلیکت کنیم. زمانی که روی چک کلیک کنیم، خوب سعی کن این در اینی قسمت هم در بخشی از ما چیکار کرده یک ایرور داره، ایرور وارنینگ داره که گفته که تو چیکار کرده؟ دوپلیکیت آیدی، آیدی را دوپلیکیت کرده و ما نمیتونیم که به حساب از دو تا از الیمنت های HTML را از یک نوع آیدی بخشش چیکار کنیم؟ بیدیم، یعنی یک نام را بخشش بیدیم. در صورتی که خواستین میتونیم که چیکار کنین؟ هر دویش را اگر خواستین گرین بیدین، پس در جای زو میتونین از چی استفاده کنین؟ از کلاس. زمانی که کلاس را چک کنین و با این سایت را رفرش کنین، ببین تغییراتی به حالش نماد. اما وقتی با این داخل ولیدیتور و بریم چیکار کنیم؟ فایل ایندکس را بگیریم از اینجا پین و چک کنیم، این بار چیکار میشه؟ بخشی از مو موفقانه چک کرده. سعی کن document checking completed no errors warnings
to show. هیچ گونه ایرور یا وارنینگ رم نداره که چیکار کنه؟ بخشی از موده ای ساحه بیایه نشان بیده. این بود از قسمت 20 در مورد کلاس و آیدی.